سرپرست وزارت صحت عامه در مراسم افتتاح شفاخانه طفل و مادر که در همکاری بنیاد بیات به ارزش 296 میلیون افغانی که به گونه معیاری اعمار گردیده، میگوید که مرگ و میر مادران و اطفال نسبت به سالهای گذشته در کشور کاهش یافته است. و گفته مسئولان برای اولین بار است که نرس‌های خانم با آموزش‌های تخصصی وزارت صحت عامه در بخش‌های خود وظیفه انجام خواهند داد. افتتاح شفاخانه طفل مادر در کابل. مسئولان میگویند که این شفاخانه با داشتن امکانات کافی در همکاری بنیاد بیات به ارزش مجموعی 296 میلیون افغانی اعمار گردیده است. احسان الله بیات رئیس بنیاد بیات گفت که این شفاخانه در بخش نسایی ولادی ساخته شده است و ای گفت که این بنیاد در تلاش است که نهادهای خیریه را در بخش صحت جلب نماید. تا فعلا ما 296 میلیون افغانی ما مصرف کردیم، اما کارش تمام نشد. هنوزم تقریبا 90% تمام شده. ماشین‌آلاتی که وزیر یاد کردن بعض از اونها هنوز نرسید. فکر کنم که شاید اونها، ما فکر میکنم شاید 70 80 میلیون افغانی درامی وسایل یعنی خرج بردارن. در همین رابطه مسئولان امارت اسلامی میگویند که با افتتاح این شفاخانه مشکلات بسیار شهروندان کشور حل خواهد شد و برای اولین بار است که نرس های خانم با آموزش های تخصصی وزارت صحت عامه در بخش های خود وظیفه انجام خواهند داد. برای مجموعه چلور اتیا بستر لرو چه پیغه که شپیته بستر دی مندو دی پاره دی او چلور بش بستر دی ماشومانو دی پاره دی با این حال که مگه دی ماشومانو دی پاره دلتا نیوناتولوژی هم لرو او آی سی یو هم لرو. همچنان سرپرست وزارت صحت عامه گفت که برای کاهش مرگ و میر کودکان و مادران یک ریاست جداگانه ایجاد کرده اند که تا حال 200 کودک را تداوی نموده است و ای گفت که قرار است 45 شفاخانه ارائه خدمات صحی را برای مناطق دوردست به زودی ایجاد نموده. په ډېرې زیاتو مراکزو کې په ولایتو کې په لری پرتو سیمو کې د مور د ماشوم لپاره مو مجهز د خدمتي ادارې ورته جوړې کړې دي. پرسنل تعینات هلته او الحمدلله د پخوانه نن ډېر په معیاري ډول باندې خدمات وړاندې کېږي. گفتنی است که به گفته مسئولان بار اندازه این شفاخانه زمینه کاری برای هزار تن به وجود خواهد آمد. آنان از همه تاجران و سرمایه گذاران خواست که در افغانستان سرمایه گذاری کرده تا فرصت های شغلی را برای مردمشان ایجاد نمایند. مصطفی شهریار، تلویزیون استقلال، کابل.